تازه های خبر از آریانا امشب با اورانوس مصمم. آغاز دور چهارم مذاکرات روی پیمان همکاری های امنیتی میان کابل و واشنگتن در آینده نزدیک. نسبت دادن اعتصاب استادان پوهنتون کابل به مخالفان مصالحه دولت از سوی وزیر تحصیلات عالی. با آغاز کار بررسی انتقال خط آهن ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان در ولایت بلخ. با نام خداوند یکتا و مهربان، با عرض سلام روز یک شنبه 26 ماه جوزای سال 1392 خورشیدی است که برابر می شود با 16 ماه جون سال 2013 میلادی. مشروع خبرها. واشنگتن و کابل به زودی دور چهارم گفتگو در مورد مسوده سند توافقنامه امنیتی افغانستان و آمریکا را آغاز می کنند. وزارت خارجه افغانستان به ابراز این مطلب می گوید شرط های افغانستان در مورد امضای این سند هنوز پابرجاست. تامین صلح سرتاسری، تجهیز نیروهای افغان و حمایت افغانستان از تهدیدات بیرون مرزی از خواستهای عمده کاخ نشینان افغانستان گفته شده است. همزمان با این وزارت خارجه افغانستان به پاکستان هشدار می‌دهد اگر پرتاب راکت بر مرزهای افغانستان تکرار شود عمل متقابل انجام خواهند داد. شرح بیشتر در گزارشی از ظاهر قادری. امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا که چگونگی حضور نظامی امریکا پس از 2014 در افغانستان را مشخص خواهد کرد، یکی از بحث‌های داغ محافل سیاسی در این کشور دانسته شده است. تا اکنون کابل و واشنگتن سه مرحله برای ساختن مسوده امنیتی میان افغانستان و آمریکا روی میز مذاکره رایزنی کردند. اما ظاهراً شرط‌های دو طرف بر یکدیگر روند نهایی شدن این سند را به کندی روبرو کرده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می‌گوید به زودی دور چهارم گفتگو روی سند تفاهم‌نامه امنیتی آغاز خواهد شد. دور مذاکراتی که صورت گرفته بیشتر در فضای مثبت، در فضای سازنده انجام شده بین دو تیم مذاکره کننده و قرار است در چند روز آینده به خیر دور چهارم مذاکرات بین دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا روی موافقتنامه همکاری های امنیتی و دفاعی در کابل صورت بگیره. گفتگو در مورد سند توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن یکی از موارد بحث برانگیز میان دو کشور در دو سال گذشته دانسته شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید تامین صلح سرتاسری، مبارزه با توریسم در بیرون از مرزهای افغانستان و تجهیز نیروهای افغان از شرطهای اساسی و حکومت افغانستان هنوز هم دانسته می شود. اگر تفسیری چی کیگی؟ اگه دو مبصرین خپل شخصی نظریات دی تر ډیره ځای پورې دا افواهات دی او لکه څنګه چې تر ټولو مهمه خبر دا ده او لکه څنګه چې رئیس جمهور کرزی په تکرار باندې دا خبر کړی ده افغانستان دولت به د امریکای متحده ایالاتو سره د امنیتی او دفاعي همکاری او موافقتنامه د افغانستان د ملي ګټو پر اساس باندې امضا کوي. از سوی دیگر نظامی های پاکستان روز جمعه یکی از پازگاه های امنیتی افغانستان را مورد پرتاب راکت قرار دادند که حکومت افغانستان در واکنش به این اقدام سرپرست سفارت پاکستان را به وزارت خارجه خواست، اما وی اظهار بیخبری کرده است. با این حال وزارت خارجه می گوید در صورت تکرار پرتاب راکت حکومت افغانستان عمل بالمثل انجام خواهد داد. این حمله از کجا شد، چرا شد، به چه دلیل شد، کی مسئولیت این حمله وحشیانه را داره و این حمله تحریک کننده را داره و در این زمان در صورت ادامه همچون حملات ما بیشتر با وضاحت به جانب پاکستانی ابلاغ کردیم که قوای امنیتی افغان این حق برای خود محفوظ خواهند داشت علیه پوسته های امنیتی و پوست‌های نظامی پاکستانی در امتداد خط دیورند عمل بالمثل انجام بدهند. ادامه تهدیدات سیاسی و نظامی پاکستان بر افغانستان در 12 سال گذشته یکی از نگرانی‌های کابل دانسته شده است. با این حال حکومت افغانستان از آمریکا می‌خواهد در سند تفاهم‌نامه امنیتی میان دو کشور مبارزه مشترک با توریسم در خارج از مرزهای افغانستان هم گنجانیده شود. توریسمی که پاکستان متهم به حمایت آن شناخته می‌شود.
حمله راکتی پاکستان بر ولسوالی معروف کندهار قهر باشندگان این ولایت را برانگیخته است. باشندگان این ولایت در واکنش بر راکت پراگنی های پاکستان میگویند دیگر تحمل این حرکات را ندارند. این واکنش در پی حمله راکتی روز جمعه پاکستان بر ولسوالی معروف کندهار به وجود آمده که یک کشته و دو زخمی در پی داشت. از ولایت های کنر و ننگرهار پاکستان اکنون قندهار را هدف حملات راکتی خود قرار داده است. عبدالرزاق دریسیزبال زون سوم پلیس در قندهار میگوید که نیروهای پاکستانی بر پوسته های پلیس افغانستان در منطقه کاریز ولسوالی معروف راکت شلیک کرده است. دریسیزبال زون سوم که از محل رویداد دیدار میکرد میگوید که نیروهای سرحدی را با سلاح کافی تجهیز میکند و در برابر این حرکات واکنش نشان خواهد داد. در همین حال پدر سرباز شهید شده در حملات راکتی پاکستان میگوید حاضر از دیگر فرزند دان خود را نیز در راه وطن قربان کند، اما از دولت شکایت میکند که به او توجه ندارد. پنزه نور پاته دی یو زی در قربانی ورکو و پردخت بل خاره بانج و پنجایپی تنولی لکو نورکو. گفته نیست که حمله راکتی پاکستان بر ولایت قندهار و واکنش تند افغانستان را در پی داشت و وزارت خارجه با احضار سرپرست سفارت پاکستان اعتراض شدید خود را در این رابطه مطرح کرد. رئیس مجلس نمایندگان میگوید در صورت نیاز این مجلس در مورد حذف قومیت از تذکره های تابعیت تجدید نظر خواهد کرد. رئیس این مجلس حذف قومیت از تذکره های تابعیت را خلاف دین اسلام میپندارد و میگوید آنان زمان در این مورد تصمیم خواهند گرفت که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نظریاتش را با مجلس نمایندگان شریک سازد. از سوی هم رئیس مجلس سنا میگوید این مجلس با در نظر داشت تشویش ها و نگرانی های موجود قانون ثبت احوال نفوس را تصویب خواهد کرد. همکار ما نصرت پارسا گزارش میدهد. بر اساس برخی از ماده های طرح قانون ثبت و احوال نفوس که اخیراً از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید، در تذکره های تابعیت نام اقوام ذکر نمی شود. تصویب این ماده با واکنش های تند برخی از شهروندان کشور روبرو شده است. در اینجا ده ها تن از بزرگان ولایت های شمالی کشور از شورای ملی می خواهند تا در این مورد تجدید نظر صورت گیرد. این افراد هشدار می دهند در غیر این صورت آنان در مقابل شورای ملی دست به تحصن خواهند زد. ما ببینیم که شما تا چه حد در اینجا رسیدگی کرده می تانین. در غیر از اون در غیر آن اگر این ملت بزرگ از جوزجان، از فاریاب، از صفات، از بلخ و از قندوز از هر جای شروع بکنن سیل آسا به مرکز بریزن، ما هم فرداتی به خیمه تحصن خود در اینجا بزنیم، آن وقت جوابگو که خواهد بود. رئیس مجلس نمایندگان برای اصلاح ماده این قانون در مورد حذف قومیت از تذکره های تابعیت چراغ سبز نشان داده میگوید در صورت نیاز مجلس نمایندگان در این مورد تجدید نظر خواهد کرد. ولسی مکتوبی را به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی رسما روان کرده که تا هنوز جوابش نامده. در صورتی که اگر جواب از اونجا بیایه واقعا این خلاف قانون هست، ما میتونیم که در خود ولسی دیگه ای را در مطابقت با قانون اساسی تجدید نظر بکنیم، ای را باید اصلاح بسازیم. طرح تصویب شده از سوی مجلس نمایندگان باید تایید مجلس سنا و توشیح رئیس جمهور کشور را نیز با خود داشته باشد. رئیس مجلس سنا میگوید آنان مطابق قانون اساسی و خواستای مردم این کشور این قانون را تصویب خواهند کرد. تشویشای شما و تشویشای دیگر مردم افغانستان حتما در نظر میگیریم و با وکیل صاحبای معظم خود سناتور صاحبای معظم خود حتما مشوره میکنیم و کاری خواهد بکنیم که با فایده مردمی هم افغانستان باشند. این در حال است که پیش از این شماره از باشنده های ولایت فاریاب در شمال افغانستان در واکنش به حذف قومیت از تذکره های تابعیت هشدار داده و گفته بودند اگر در مورد تجدید نظر صورت نگیرد آنان تذکره برقی عکس نخواهند کرد. ادامه خبرها از کشور. مخالفان مسلح دولت در تلاش آن اند تا نظام تحصیلی کشور را برهم زنند. وزیر تحصیلات عالی که در پیوند به ادامه اعتراضات آموزگاران و دانشجویان دانشگاه کابل به مجلس سنا فراخوانده شده بود میگوید در پی این اعتراضات دست های استفاده جو از میان استادان نیز وجود دارد. در همین حال انتظار می رود برای حل این معضل فردا رئیس جمهور با شماره از طرف های این رویداد ملاقات کند. نصرت پارسا جزئیات می دهد.
ادامه اعتراضات دانشجویان و آموزگاران دانشگاه کابل پای وزیر تحصیلات عالی را به مجلس سنا کشاند. سناتوران در نشست عمومی تلاش کردند تا برای پایان بخشیدن به این معضل نماینده های اعتراض کننده ها را نیز در این مجلس فرا خوانند، اما تنها وزیر تحصیلات عالی در این نشست حضور یافت. وزیر تحصیلات عالی هشدار می‌دهد دشمنان افغانستان تلاش دارند تا نظام تحصیلی کشور را نیز همانند وضعیت امنیتی بر هم زنند. چشم پوشی کرده نمیتاریم که دشمنای افغانستان به هیچ وجه دشمنای داخلی و خارجی، اما قسمی که اونا نمیخواهیم که وضع امنیتی کشور ما بهبود پیدا بکنند. بنام متوجه بخشای مهمی که منابع بشری کشور ماست که وزارت معارف است و وزارت تحصیلات عالی است، بدون شک در اینجا مداخلات خود دارند. نمیخواهیم که یک فضای امن و امنیت در داخل پوهنتون‌ها حاکم باشد. آنچه از سخنان وزیر تحصیلات عالی برمی آید در راه اندازی اعتراض ها افراد استفاده جو از میان آموزگاران دانشگاه کابل نیز دست دارند. ما اینطور اسناد و شواهد هم داریم، حتی به شکل عکاسی شده، که یک تعداد مغرضین اینا در که البته در جمع خود از استادا هست، در مرحله اول باعث ازی شدن که محصلین گروپ اول برن به اعتصاب، حالی رفتن در جمع استادا، در استادای معترض فعلی. با این حال انتظار می رود برای حل این معضل فردا رئیس جمهور کرزی با شماره از طرف های این رویداد گفتگو کند. امیدوار هستیم که فرمایشات رئیس جمهور، تصمیم رئیس جمهور به این قائل پایان بدن، نه تنها در پانتون کابل بلکه جلوگیری بکنه از سایر نهادهای تحصیلی افغانستان و خدای نخواسته سرایت. در پی این اعتراض ها روند آموزش در بخشی از دانشگاه کابل تعطیل شده است. رئیس جمهور کرزی نیز در بیانیه رادیویی هفته گذشته با اشاره به این رویداد از گروه های سیاسی خواست تا فعالیت های سیاسیشان را در دانشگاه ها توقف دهند. خبر خرس کشور این که دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان میگوید از کلمه جهاد و اسلام نباید استفاده ای ابزاری صورت گیرد. این نهاد بعد دنبال صدور فتوای جهاد از سوی یک عضو مجلس نمایندگان در برابر برخی رسانه ها ابراز نگرانی کرده و چنین اظهارات را به زیان آزادی بیان در کشور میپندارد. در همین حال شمار از اعضای مجلس سنا از عبدالستار خواصی میخواهند تا در برابر این اظهاراتش از رسانه ها عذرخواهی کند. نصرت پارسا گزارش میدهد. تهم شدن برخی رسانه ها بر نشر برنامه های غیر اسلامی از سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ تا صدور فتوای جهاد از سوی عبدالستار خواصی عضو مجلس نمایندگان در برابر این رسانه ها. دازمان دند ده در سر ولاریو تاسی پا قاطیت بانده باید عملو که زکر دامن ده دا جهاد کاری ده دی رسانه و سره مقابله که اول دارت فی سبیل الله جهاد او ده الهی کلمت الله ده پار جهاد ده زکر زد خپل دین او ده ولس ده اولوی مصیبت نوارم ویش غورم. نهی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان صدور فتوای جهاد از سوی این عضو مجلس را غیر مسئولانه خونده و از چنین اظهارات در برابر رسانه های ابراز نگرانی می کند. ای کاش نمایندگان محترمی که بحث جهاد در برابر رسانه ها را مطرح می کنند، بحث جهاد در برابر فساد اداری را مطرح کنند، بحث جهاد در برابر قانون شکنی ها و عدم تأمین عدالت اجتماعی را مطرح کنند. کاش در برابر قتل عده از خانم ها که در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده که بیش از 260 زن کشته شده، بحث پیرامون این نوع قتل هایی که جنایت است این را مطرح می کردن. کاش در برابر تروریسم جهاد را مطرح کنند که هر آن عده زیادی از مردم افغانستان را قربانی می گیرند. این نهاد وزیر اطلاعات و فرهنگ را در برابر اظهارات دیروزش متهم کرده میگوید وزیر اطلاعات و فرهنگ تا حال در برابر رسانه ها خلاف قانون عمل کرده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ با صحبت های آنچنانی و با تحریک اذهان عده از وکلا در صدد به دست آوردن اقتدار بیشتر به صورت غیر قانونی و هم تصویب طرح تعدیل خودشان است که در حال حاضر در کمیسیون های اجدگانه پارلمان وجود دارد. اعلام جهاد در برابر برخی رسانه ها از درون مجلس نمایندگان باعث خشم شمار از سناتوران افغان نیز شده است. جهاد در کسان ساده بکنه که مفتی باشه یا عالم دین باشه یا مشهد جامعه شریف باشه. جهاد زمان ساده میشه که از طرف علمای دین که دین در خطر باشه. اما در شرایط فعلی نه دین در خطر است، نه مذهب در خطر است، نه
مردم افغانستان در خطر است. بعد باد اوباش نیست. ما جدا از آقای قواسی میگویم که مسئله مزدور و اوباش در مطبوعات چون ما خود معزز و خانواده مطبوعات هستم و از مطبوعات به بنام مطبوعات به مجلس شورای افغانستان آمدیم، ما میگویم که جناب قواسی همو اوباش و مزدوری را که برای مطبوعات خطاب کردن او را دوباره باید پس با پوزش از در مطبوعات بخواهیم، در حالی که خودشان با تلویزیون ها را باز میخواهیم میگویم که ما کنفرانس مطبوعاتی دارم. خواستیم دیدگاه عبدالستار خواصی و وزارت اطلاعات و فرهنگ را در مورد داشته باشیم اما موافق نشدیم. این در حالی است که وزیر اطلاعات و فرهنگ در اظهاراتش در مجلس نمایندگان برای جلوگیری از نشر برنامه‌های غیر مذهبی در رسانه‌ها خواستار حمایت مجلس نمایندگان شد. باز هم خوش آمدید. کار را بررسی انتقال خط آهن ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان در ولایت بلخ آغاز شد. معاون وزارت حمل و نقل تاجیکستان با ابراز این مطلب میگوید انتقال این خط از آقینه تا شیرخان بندر زمان گیر است و آنان مسیر کوتاه از منطقه کلدار ولایت بلخ را انتخاب کردند که به‌زودی نتیجه دهد و سه کشور با هم وصل شوند. حمیده فهیم از مزار شریف گزارش می‌دهد. گروهی از متخصصین تاجیکستان به رهبری معین حمل و نقل این کشور و از جانب افغانستان به رهبری وزیر فایدامه کار بررسی انتقال خط آهن ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان را از بلخ آغاز کردند. نجیب الله اوژن وزیر فایدامه کشور میگوید که انتقال خط آهن ترکمنستان به شیرخان بندر کندوز از برنامه‌های اصلی دولت است، اما در حال حاضر برای به ثمر نشستن هر چه زودترین پروژه کار بررسی انتقال خط آهن از کوتاه‌ترین مسیر که از منطقه کلدار بلخ است آغاز شده است. دکتر ظهور معین وزارت حمل و نقل تاجیکستان نیز تاکید دارد که هر چه زودتر این خط به کشورش امتداد یابد. خط آهن که از طریق کلدار به آقینه وصل میشه در حدود 330 کیلومتر طول دارد و اگر ما اینو به طرف تاجیکستان بریم و از طریق شیرخان بندر این در حدود بیشتر از 490 است، در این حدود طول کیلومتر زیست یعنی فرصلی طول این طرف تایی میکنه که سرمایه گذاری بیشتر هم کار دارد و زمانی بیشتر هم کار دارد. ما در تجسس عزیزیم که بتانیم هرچی آجلتر این خدود وصل شد. پیشنهاد داریم که یک راهی، یک مسیری راهی کوتاه‌ترین معاین کنیم و هر چی تیزتر که در مدت دو سال یا که دو و نیم سال به انجام رسد و این راه به خلق سه دولت خدمت کند و برآمد به دولت های روسیه و قزاقستان و دیگر دولت ها کار کند. وزیر فایدامه کشور میگوید که انتظار میرود خط آهن از جانب ترکمنستان الی بندر آقینه تا یک سال دیگر امتداد یابد و ترکمنستان وعده کرده که انجینران ترکمنستانی تا ولسوالی انخوی این خط را امتداد میدهند. آقای اوژن میگوید که دولت افغانستان در 13 سال آینده برنامه دارد که خط آهن به طول 3400 کیلومتر در کل افغانستان امتداد یابد تا محاط بودن افغانستان به خشکه را جبران کند. تفاهم نامه میان وزارت تجارت افغانستان و اداره تجارت ایالات متحده آمریکا با منظور بهبود تجارت زنان در افغانستان امضا شد. مسئولان اداره تجارت آمریکا میگویند حمایت از زنان تاجر و سرمایه گذاری آنان از اولویت کاریشان قرار دارد. بر اساس این تفاهم نامه آمریکا زنان تاجر افغان را در حل مشکلات آنان و بازاریابی در سطح بین المللی کمک خواهد کرد. این تفاهم نامه میان وزارت تجارت افغانستان و اداره تجارت آمریکا روز یکشنبه در کابل امضا شد. مسئولان اداره تجارت آمریکا میگویند که این تفاهم نامه را به منظور حمایت از زنان افغان در راستای خودکفایی و انکشاف تجارت آنان امضا کردند. ما سالها بدین سو در راستای انکشاف تجارت زنان سرمایه گذاری کرده ایم و این کار در اولویت آمریکا قرار دارد تا مشکلات زنان تجارت پیشه را از پیش روی آنان بردارد. من کوشش کو چې هغه خويند چې په سوداګرۍ کې دخیل دي دا غوید لپاره لازم سہولتونه برابر کړو ترڅو وکولای شي چې خپل سوداګرۍ کړنو ته ودا ورکړي او په عین وخت کې وکولای شي چې د افغانستان نه د باندې صادرات ولري. اسوی هم مسئولان در وزارت تجارت افغانستان میگویند در حالی که نقش زنان در تجارت کمرنگ است اما در حال حاضر رهبری 950 شرکت تجارتی به دست زنان است. این مسئولان میگویند تلاش دارند تا سهولت های بیشتر را برای زنان در این بخش فراهم کنند. و حال هم نرخ اسعار.
یک دلار آمریکایی 55 افغانی و 90 پول، یک یورو 74 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 86 افغانی و 30 پول. یک درهم امارات 15 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 560 افغانی. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. مزار شریف هم آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19. جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 22. و سرانجام شهر کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18 درجه پیش بینی شده است. تشکر میکنم از همراهیتان به خبرهای این ساعت. شبتان خوش. خدا نگهدار. اخبار